درود و وقت بخیر میگم. امروز سه شنبه 21 آذر 1402 با کسی دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. ابتدا نگاهی میاندازیم به سطحیت چند روزنامه چاپ امروز چاپ تهران. زخم کهنه تورم تیتر روزنامه شرق است و نوشته مقصرترین تورم مزمن چه کسی است؟ دولت های قبل، نفرین نفت یا ناکارآمدی های اجرایی؟ و روزنامه آسیا هم نوشته در نشست بررسی لایحه بودجه 1403 در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان شد. مبهمترین لایحه بودجه از مشروطه تا امروز. روزنامه اعتماد هم با تیتر متهمان دبش کجایی نوشته در این فساد بزرگ چای طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشتند که نام آنها هنوز منتشر نشده است. روزنامه بعدی اقتصاد پویاست و نوشته بررسی اقتصاد پویا از مدت زمان بازنشسته شدن مشاغل سخت. نگرانی کارگران مشاغل سخت از قوانین مبهم برای بازنشسته. و روزنامه پیام ما هم نوشته دست خالی ایران در فراهرود. هیچ مذاکره میان ایران و افغانستان در مورد صدهای بخش‌آباد و خاشرود انجام نشده است. روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان متهمان دبش کجای نوشته طیف گسترده ای از مدیران دولتی در پرونده فساد چای دبش دست داشتند که هنوز نام آنها منتشر نشده است. با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه دبش، فراتر از ادعای مسئولان دولتی درباره کشف به موقع این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع رسانی دیگری نشده است. روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشته گفته می شود که 60 نفر از مسئولان سابق دولت 13 در شکلگیری این پرونده دست داشتند و جالب این که رئیس قوه قضایی ایران می گوید این افراد به مقامات قضایی معرفی نشدند. این در حالی است که مسئولان رد بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کردند. حالا مشخص نیست در عرصه عمل این حرفا قرار است چگونه اجرا شود. تا کنون جزئیاتی از میزان ارز تخصیص یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما روزنامه اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد طی سال گذشته و در جریان خیزش سراسری خلق‌ها در نیمه دوم سال بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است. در سال گذشته 2.3 میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط با گروه دبش ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست کم به 70 هزار میلیارد تومان برسد. حالا سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز این پول را از کجا تأمین کرده است؟ البته در این فساد بزرگ طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشتند که نام آنها هنوز منتشر نشده. اعتماد نوشته سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رئیس جمهور و حتی مسئولان گمرک نخستین دستگاهی هستند که انتظار پاسخگویی از آنها می رود. گفته می شود گروه دبش چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرایند صادرات به قیمت کمتر از 1.5 دلار به کینیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کینیایی و البته انواع اسانس دوباره به نام چای دارجیلینگ با متوسط قیمت 11.5 دلار وارد ایران کرده است. با اینکه فساد چند میلیارد یورویی معادل مبلغ ریالی 104 هزار میلیارد تومان که اخیراً فاش شده هنوز سرفصل مباحثات محافل در ایران است. جبار کوچکی نژاد نماینده اصولگرای رشت در مجلس ایران در مصاحبه با سایت جمعاران با اشاره به فساد چای دبش در مورد مافیای برنج هم صحبت کرده و گفته عده‌ای با ارز نیمایی 2 میلیون تن برنج وارد کرده اند. او گفته واردات 2 میلیون تن برنج با ارز دولتی
کسب و کار تمام کشاورزان شمال ایران را نابود کرده است. او از دولت رئیسی خواسته بگوید که مجوز واردات 2 میلیون تن برنج را چه کسی داده. این بحث پس از آن مطرح می شود که اخیراً رقم فساد مالی و گسترده یک شرکت به نام چای دبش چشمها را به خود خیره کرده. بانک مرکزی ایران 3.4 میلیارد یورو ارز دولتی را با نام واردات چای به یک شرکت تجاری داده. آنها ارز دولتی گرفتند اما به جای واردات کالا آن را در بازار آزاد با قیمت بالا فروختند. محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده که سابقاً هیچ یک از مدیران دولتی با این فساد گسترده معرفی نشده. آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد نشان می‌دهد که ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است. سال 1401 یعنی این گروه و روزنامه اقتصاد پویا در گزارشی با عنوان نگرانی کارگران مشاغل سخت از قوانین بازنشستگی مدت زمان بازنشسته شدن در مشاغل سخت را بررسی کرده است. کارگران مشاغل سخت و زیان آور در سخت‌ترین شرایط با امید به این که در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشسته شوند تن به کارهای پرخطر می‌دهند، اما امروز با قوانین مبهمی روبرو شدند که آینده شغلی آنها را به مخاطره انداخته است. یک شنبه 8 آبان ماه نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه 7 توسعه با بند الحاقی ماده 29 این لایحه با 127 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحنه مجلس موافقت کردند. این بند الحاقی سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز 5 سال به صورت پلکانی و حتی برای مشاغل فعلی افزایش می‌دهد. تصویب این بند با انتقادات بسیاری مواجه شده است. افزایش یک جانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی خلاف منافع قانون نیروی کار وجود در ایران هست و بند الحاقی مادی 29 این لایحه در برنامه 7 توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیاری دارد. مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند. این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی که با فرمول غیر یکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند و آنها را به عنوان بیمه پردازان به 5 گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است. با این حال مشخص نیست منظور از بیمه پردازان چه کسانی هستند. آیا پردازان دقیقاً گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در بر می‌گیرد؟ به طور خاص تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست. سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی شود؟ همه کارگران از این پس قرار است 35 سال بازنشست شوند، چه در شاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی. آیا غیر از این است؟ علیرضا خرمی که در این گزارش به عنوان فعال کارگری شاغل در شرکت پلی اکریل اصفهان معرفی شده، در ارتباط با نگرانی های کارگران میگوید کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه 7 توسعه موجب بلا تکلیفی آنها شده. خرمی معتقد است مشکلات امروز صندوق تأمین اجتماعی به واسطه سوء مدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است و میگوید حال با تصویب قوانین نیم بند به خیال خود در صدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند. قوانینی که با ابهامات زیادی روبروست، از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت و زیان آور. کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند این بند ضد کارگری برنامه 7 در شورای نگهبان هستند. زخم کهنه تورم تیتر امروز روزنامه شرق است و نوشته مقصر نیم قرن تورم مزمن چه کسی است؟ دولت‌های قبل، نفرین نفت یا ناکارآمدی‌های اجرایی؟ تورم دو رقمی سال‌های زیادی از نیم قرن گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران را گرفته و گاه این کشور را در ردی 10 کشور یا بیشترین نرخ تورم قرار داده. در این میان توپ قصور تورم دو رقمی از زمین دولتی به دولت دیگر پاسکاری شده. برخی از مقامات حتی توپ تورم به سالهای بسیار دورتر پاس کرده و مدعی هستند کشور گرفتار نفرین نفت شده.
اما کارشناسان در این باره چیز دیگه میگویند. کارشناسان معتقدند که درآمد نفت میتوانست موتور محرکه توسعه ایران و صنعتی کردن این کشور باشد، اما نبود شایسته سالاری سبب شده که درآمد نفت عامل پنهان کردن ناکارآمدی مدیران وقت باشد. در 26 فروردین 1401 ابراهیم رئیسی رئیس کابینه 13 هم در دیداری که با هنرمندان داشت، دولت قبل از خود را مقصر گرانی ها شناخت و گفت 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هست. پیش از او هم حسن روحانی رئیس جمهور دولت 11 هم و 12 هم کابینه پیش از خود را عامل تورم معرفی کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس دولت 9 و 10 نیز این پاسکاری را انجام داد. او خرداد 88 در مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد ریشه تورم استقراض دولت‌های قبلی از بانک مرکزی است. پیش از محمود احمدی نژاد هم توپ تورم به زمینه‌های ترمیم ویرانی‌های جنگ 8 ساله با عراق پاس داده می‌شد. حالا ماجرا از این سناریوها فراتر رفته و برخی مقامات مانند غلامرضا مصباحی مقدم سالهای پیش از انقلاب و حتی نفرین نفت را عامل تورم مزمن معرفی می‌کنند. اما در نشست بررسی لایحه بودجه 1403 در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران کارشناسان از جوانب گوناگون بر این موضوع را بررسی کردند. حسین صلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه در بودجه سال آینده با مشکلاتی مواجه هستیم گفت انتظار می‌رود وقتی که بودجه تدوین می‌شود متکی به علم اقتصاد و موانی اقتصاد باشد. اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه و علمی ندارد. یکی از نمایندگان مجلس ایران از عدم اجرایی همسانسازی حقوق بازنشستگان به دلیل نداشتن پول خبر داد. جواد نیکبین از نمایندگان رژیم شهر کاشمر در مجلس این کشور گفته است بیمه کارگران ساختمانی، تاکسیداران و مشاغل سخت و زیان‌آور به دلیل کمبود اعتبار در مجلس تصویب نمی‌شود و سوی دیگر گفته می‌شود همسانسازی حقوق بازنشستگان هم به دلیل نداشتن پول اجرایی نمی‌شود. نیکبین که در جلسه دیروز مجلس سخن میگفت به دزدی و فساد در ایران اذعان کرد و تصریح کرد پول در کشور زیاد است، اما متاسفانه دست کج زیاد داریم. در کشور پول داریم، اما جایی که نباید هزینه میشود. او برای مثال به جریان فساد چای دبش اشاره کرد و همچنین گفت کوره داران از ابتدای سال آجر تولیدی خود را با قیمت مسابق فروختند، اما بعد از گذشت 8 ماه از سال شرکت گاز تعرفه گاز کوره داران را طی ماه‌های فروردین تا مرداد تغییر داده و با قیمت‌های جدیدی محاسبه و کوره داران را بیچاره و ورشکسته کرده است. جواد نیکبین همچنین مدعی دستپاکی خود و همقطارانش شد، گویی اینکه آنها در به وجود آوردن این بحران هیچ سهمی نداشته باشند. خواستار اقدام مجلس برای حفظ به گفته او حیثیت مجلس شد و گفت یادم است محمد باقر قالیباف روزی میگفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، اما الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می آید. ادامه کیوسک. دیروز مردم زیادی در بندر گناوه، یکی از شهرهای استان بوشهر ایران، در حمایت از سهمیه مرزنشینی دست به راهپیمایی زدند. معترضان برگه‌ای در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود تهلنجی حق مسلم ماست. بندر گناوه قریب 3 هفته از صحنه اعتصابات و اعتراضات کارگران و بازاریان بوده است. بسیاری از مردم این شهر بندری از طریق ملوانی امرار معاش می کنند. آنها حق داشتند به عنوان ملوان تا اندازه‌ای بار به امراه خود بیاورند که به آن تهلنجی گفته می شود. دولت اما در راستای سیاست اقتصادی خود این حق ظاهرا لغو کرده و این بر زندگی هزاران خانوار تأثیر مستقیم می گذارد.
کانال تلگرامی دولت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران که با ابراهیم رئیسی به هیئت حاکمه زاویه دارد، پیامی به نقل از یکی از معترضان منتشر کرده با این مضمون که به خاطر کم شدن حجم ته لنجی از 250 تن به 60 تن کرایه لنج ها شده 3 برابر و برای لنجدار صرفه اقتصادی ندارد. لوازم فروش ها 30 تا 50% کشیدن روی جنس ها به خاطر افزایش کرایه، لوازم خانگی هم به خاطر کرایه گرون شده، نه درهم گرون شده و نه دلار، فقط به خاطر بی تدبیری مسئولان هست. جنوبی ها هوا ندارن، حداقل حق داریا را بهشون دید. جناب رئیسی براشون آزاد بشه. اگر جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای اعلام میکنم که حق مسلم همه این ملت است که تعلنجی براشون آزاد بشه. اگر جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی شغل دیگری دارن برای این ملت جایگزین کنن. الان 3 هفته است که بازار گنوه تحتیله، داره دزدی زیاد میشه، بی امنی زیاد میشه، ناامنی زیاد میشه. ملت رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از رکود 80% در بازار خرد لوازم خانگی در ایران خبر داد. بر اساس گزارش تجارت نیوز، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته ایجاد فروشگاه‌های بزرگ اصناف فروشندگان لوازم خانگی، مبلمان و حتی باربرها را دچار مشکل کرده است و اصناف خرد در رکود بالایی به سر می‌برند. پازوکی افزوده با توجه به تسهیلات بانکی که برای فروش در اختیار فروشگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرد، اما 2500 فروشگاه خرد لوازم خانگی از آن بی‌بهره هستند. مصرف کننده به سمت آنها تمایل پیدا کرده است، به طوری که در 9 ماه اخیر این صنف با رکود 80% مواجه هستند. وی با بیان اینکه بانک‌ها تسهیلات را در اختیار فروشگاه‌های محدودی قرار دهند، افزود در صورتی که این تسهیلات بانکی در اختیار عموم مردم قرار گیرد، افراد در انتخاب خرید خود آزادی عمل خواهند داشت. پازوکی در ارتباط با احتمال واردات دوباره لوازم خانگی، ضمن تأکید این که باید لوازم خانگی با کیفیت همراه با تکنولوژی تولید آنها وارد کرد، افزود از طرفی با توجه به این که سرمایه گذاری زیادی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته، کالای مشابه داخلی نباید وارد شود. حسین شهرستانی عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی نیز در این رابطه گفته اصناف خرد به دلیل فضای رقابتی که با دیگر دارند، اقدام به فروش محصولات خود با کفی قیمت می کند، اما با توجه به این که مانند معدود فروشگاه های بزرگ تبلیغات ندارند، دیده نمی شوند و کسب و کار آنها در معرض تهدید قرار گرفته است. در پی تداوم سیاست سرکوب دانشگاه‌ها در ایران، به گفته مقامات حکومتی 18000 دانشجوی مورد تایید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اساتید حق التدریسی جایگزین شدند. شبکه شرق به نقل از محمد مهدی تهرانچی رئیس مجمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نوشته دست کم 18000 استاد حق التدریسی این دانشگاه از کار برکنار و به گفته او دانشجویان جوان انقلابی جایگزین آنها شدند. محمد مهدی تهرانچی که در جمع شماری از دانشجویان نمایندگان تشکلات این دانشگاه صحبت میکرد، از گسترش فضای انقلابی از منظر وی در دانشگاه آزاد و کنار گذاشتن گسترده اساتید غیر همسو با تفکر انقلابی به سمی جمهوری اسلامی خبر داد. او به اجرای طرح‌های دستیار آموزشی و اعضای هیئت علمی وابسته اشاره کرد که از ابتدای سال 1402 و پس از خیزش انقلابی جنجیان آزادی به دنبال قتل حکومتی ژینا امینی، این طرح‌ها را یک جهش در گسترش فضای انقلابی دانشگاه توصیف کرده است. تا یک سال گذشته آموزش عالی در ایران دستخوش تغییرات زیادی شده و سرکوب نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین حامیان جنبش زن زندگی آزادی، جلوه‌های تازه‌ای از سرکوب را به خود دیده است که حاصل آن اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل و تدریس برای دانشجویان و اساتید منتقد و معترض در دانشگاه بوده است. این نخستین بار نیست که جایگزین اساتید دانشگاه با نیروهای به گفته مقامات ایران انقلابی در رسانه های این کشور گزارش می شود. در آستانه آغاز سال تحصیلی 1402-403 روزنامه جامع جم ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانشگاه را بستری برای تربیت اپوزیسیون توصیف کرد و از دولت رئیسی خواست با قاطعیت بیشتر اساتید منحرف را اخراج کند.
این رفتار همان اونگوی رفتاری است که در جریان انقلاب فرهنگی سالهای ابتدای انقلاب ایران در دانشگاه آموزش و پرورش ایران رخ داد، یعنی حذف اساتید و کارکنان غیر همسو با سیاستهای ایدئولوژی حاکم بر ایران که هدف پاکسازی انقلابی گرید خورد و حالا در شکل دیگری در حال تکرار است. و اکنون نگاه میاندازیم به صفحات روزنامه یونیوز گروپ پولیتیکا. در صفحه اول این روزنامه تصاویری از سه زن انقلابی و یک هنرمند کرد در دست معترضان دیده می شود. سال 2013 سکین جانسز، ویدان دوغان و لیلا شایلمز و سال 2022 اوین گوی، میر پرور و عبدالرحمن قزل طی دو حمله مسلحانه در پاریس ترور شدند. با توجه به سالگرد این واقعه، روزنامه یونیوز گروپ پولیتیکا گفتگویی با اگید پولاد از مسئولان شورای شهر دموکراتیک کردهای فرانسه انجام داده است. عامل کشتار 23 دسامبر پارسال در پاریس یک فرانسوی به نام ویلیام است که تاکنون معلوم نشده مأمور کیست. او که به روسی و عبری هم حرف میزند، آموزش خلبانی، رانندگی قطار، تکتیراندازی و چتربازی هم دیده است. همچنین به گفته مقامات فرانسوی 22 سلاح مختلف در خانه قاتل که از سال 2016 پلم شده است وجود دارد. در صفحات بعدی روزنامه مطالب متعدد در مورد هزاران زندانی اعتصابی در زندان‌های ترکیه و برگزاری جلسه بعدی پرونده کوبانی وجود دارند که طی آن سیاستمداران کرد به اتهامات سیاسی محاکمه می‌شوند. در صفحه 4 روزنامه عکس یکی از مادران صلح کردستان به نام حنیف ارسلان را می‌بینیم که از 20 ماه پیش به گروگان گرفته شده و در زندان است. او بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیابت و زانو دارد، اما همچنان بدون معالجه در زندان شهروان نگه داشته می‌شود. این روزنامه همچنین مطالبی درباره نام اختصاری جدید حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها که ده‌ها نماینده در پارلمان ترکیه دارد منتشر کرده که به دنبال مخالفت دیوان عالی ترکیه با نام هدب، این بار نام اختصاری دم پارتی برای حزب انتخاب کرده است. در حالی که اعتصاب غذای سراسری و دارایی محبوسین سیاسی در بیش از 100 زندان ترکیه 16 روز خود را سپری می کند، مادران به اعتصابیون در چند شهر در حمایت از فرزندانشان دست به اعتصاب زدند. کادرهای زندانی پککه و پاش در دور تازی اعتصاب غذای سراسری که 27 نوامبر آغاز شده و 15 فوریه 2024 به پایین می رسد، خواهان آزادی رهبر عبدالله آجران و حل و فصل مسئله کرد از راهی مسالمت آمیز شدند. مادران اعتصابیون با تحصن در مراکزی در شهرهای وان، آمد، ادنا و مرسین کارزاری به نام دیدبان عدالت به راه انداختند. خانواده زندانیان با شب زنده‌داری در تلاش هستند تا صدای آنها به گوش همه برساند. دیلک بایکان یکی از تحصن کنندگان در شهر آمد است که دخترش سیدا بایکان در اسارت به سر می‌برد و مدت یک سال و نیم سلول انفرادی نگه داشته شده. او می‌گوید محاکم ترکیه دختر بیگناهش را به بمب گذاری متهم کردند، در حالی که او خلاب بافی هم بلد نیست چه برسد که بمب بسازد. دیلک بایکان با شرح وضعیت بسیار دشوار دخترش در سلول انفرادی میگوید که آنها خانه‌اش را از آنکارا به آمد منتقل کردند تا نزدیک محل حبس دخترش باشد. او میگوید بچه‌ام هر جا باشد من آنجا هستم. او مورد بدرفتاری قرار گرفته چون در اعتراضات ضد دولتی پارک گزی شرکت کرد. با ورق زدن حساب تاریخ کردها در قرن گذشته با صفحات خواندنی در چهار بخش کردستان برمیخوریم. 43 سال پیش یکی از این وقایع با همکاری سوریه و ترکیه در حوالی شهر قامشلی رژاوا رخ داد. 12 دسامبر 1980 بود که نظامیان ترکیه با همکاری سرویس اطلاعاتی رژیم بعث سوریه در یک روستای قامشلی رژاوا مرتکب کشتار جمعی شدند. نیروهای اشغالگر ترکیه شماری از اعضای سازمان کاوه که برای احیای خود به غرب کردستان گریخته بودند را تعقیب می‌کردند. آنها به خانه رمضان کابرش در روستای جرنگ از صوب قامشلی رفته بودند. 43 سال پیش در چنین روزی نظامیان ترکیه با عبور از مرز وارد قامشلی شدند و در میان ساعت 21 تا 22 خانه رمضان کابرش را محاصره کردند. آنها خانه را به گلوله بستند.
15 نفر از حاضرین در خانه جان خود را از دست دادند که 9 تن از آنها از اعضای خانواده میزبان بودند. فقط 2 کودک و یکی از اعضای سازمان کاوه در این میان زنده ماندند. نظامیان جنایتکار ترکیه با مشایعت نیروهای امنیتی رژیم بعث سوریه با داستانی خونین به خانه های خود بازگشتند. کردهای ایزدی جشنهای باستانی متعددی دارند که با وجود تحمل دورهای متوالی نسل‌کشی تاکنون آنها را حفظ کردند. دفتر نخست وزیری عراق محمد شیال سودانی به مناسبت عید ایزدیان برای همه شهروندان ایزدی 4 روز تعطیل رسمی اعلام کرد. ایزدی ها در دست کم 3 قسمت کردستان زندگی می کنند، اما سرزمین اصلی آنها شنگال درون مرزهای سیاسی عراق واقع شده است. از امروز 12 دسامبر تا 15 دسامبر یکی از اعیاد ایزدیان است که در آن روزه و عبادت انجام می دهند. دولت عراق با در نظر گرفتن تعطیل رسمی برای ایزدیان در این روزها، این عید که یکی از بزرگترین مناسبت های ایزدی و به معنای پیروزی خیر بر شر است را به رسمیت می شناسد. کردهای ایزدی شنگال برای آخرین بار در ماه آگوست 2014 در حمله مزدوران داعش مورد نسل کشی قرار گرفتند. جامعه جهانی بغداد و هولر تاکنون حق ایزدی ها برای داشتن خود مدیریتی در چارچوب عراق فدرال را به رسمیت نشناختند، اما چنین ساختاری به صورت فعلی در شنگال برقرار است. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید حوثی‌ها تحت حمایت ایران یک نفتکش تجاری هنگام عبور در دریای سور را با موشک کروز هدف قرار دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امروز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که در ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه کشتی استریندا با پرچم کشور نروژ هنگام عبور از گلوگاه باب المندب مورد حمله مشکوک کروز ضد کشتی قرار گرفت. آمریکا میگوید این موشک از خشکی در منطقه تحت کنترل شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند شلیک شده است. این حمله باعث آتش سوزی در کشتی شد، اما تلفات جانی نداشته و یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به کمک این کشتی شتافته است. به طور جداگانه یک آژانس دریایی بریتانیا هم میگوید که گزارشی دریافت کرده است مبنی بر اینکه به یک کشتی دستور داده شده که مسیر خود را تغییر دهد و به سمت یک بندر نامشخص یمن حرکت کند. مشخص نیست که آیا این دو حادثه مربوط به یک کشتی بوده یا خیر. گروه حوثی‌ها هم اعلام کردند که بدون در نظر گرفتن ملیت و پرچم تمام کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل حرکت می‌کنند هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند هر روز مسئولیت حمله اخیر به کشتی با پرچم نروژ را بر عهده نگرفتند. اما یحیی استری سخنگوی حوثی‌ها ساعتی پیش اعلام کرد که به زودی اطلاعی مهمی از سوی آنها در این رابطه منتشر خواهد شد. در پی تداوم جنگ حماس و اسرائیل و تبادل آتش میان طرفین در غزه، تانک‌های اسرائیلی به سمت مرکز شهر خان یونس به حرکت درآمدند. همزمان شورای امنیت خانه آتش‌بسی فوری شد. گزارش حاکی است از تداوم جنگ شدید میان حماس و اسرائیل در نوار غزه. رسانه‌های اسرائیلی میگویند طی ساعت بامداد امروز ارتش این کشور در جنوب غزه شهر رفح را هدف حملات هوایی قرار داده است. در خان یونس جایی که 100,000 نفر از غزه به دنبال سرپناه هستند، تانک‌های اسرائیلی صبح امروز به سمت مرکز این شهر حرکت کردند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که جنگجویان جهاد اسلامی خانه‌ای را در خان یونس منفجر کردند که سربازان اسرائیلی در حال جستجوی دریچه‌ای برای ورود به تونل‌های حماس بودند. همچنین بر اساس اعلامیه ارتش اسرائیل در ساعات گذشته تعدادی از سربازان این کشور در جنوب غزه به شدت مجروح شدند. همچنین به بمباران منطقه شمالی منطقه اسرائیل ادامه داده، جایی که ارتش اسرائیل میگوید آخرین پایگاه حماس در جالبیا و شجایا را محاصره کرده. از سوی دیگر بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطینی در شبان روز گذشته
یورش نیروهای اسرائیلی و دستگیری در چند شهر کرانه باختری ادامه داشته است. گزارش‌هایی هم منتشر شده حاکی از پافشاری حماس به تداوم جنگ است و سران این گروه میگویند تا تداوم جنگ آزاد کردن گروگان‌ها منتفی است. مجمع عمومی سازمان ملل هم میگوید امروز سه‌شنبه به قطعنامه رأی خواهد داد که خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه است. رأی‌گیری در مجمع عمومی پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا آخرین قطعنامه پیشنهادی آتش‌بس در شورای امنیت را وتو کرد و بریتانیا نیز به آن رأی ممتنع داد. بله بینندگان گرامی، اکنون آزاده بارزاده از مرکز خبر آریه نگاهی میاندازد به عناوین خبر و گزارش‌های امروز. آزاده خسته نباشید میگم، چه خبر امروز؟ سلام آرام، وقتت بخیر. خسته نباشیم. به بینندگان محترمم سلام دارم. خبرهایی که ما امروز تو بولتن‌های خبری خواهیم بهش پرداخت، اولین موضوع در مورد حجاب هستش که اعلام کردن برای مدارس، آموزش و پرورش گفته برای مدارس هم باید پوشش یک دست داشته باشیم که حجاب اسلامی آنها به گفته حکومت رعایت بشه، در واقع همون حجاب تحمیلی که مورد سلیقه خود حکومت هست و میخوان وارد مدارس کنن و به دانش آموزان تحمیل کنن نوع پوششی که خودشون میخوان، هرچند که مدارس ایران پوش مدارس همشون به صورت سری هستش، هم مانتو شلوار و مقنعه هست، ولی حکومت تاکید داره که این پوشش رو باز بسته تر کنه اونجور که خودش میخواد. و همچنین در مورد امروز قرار هستش که جایزه ساخاروف به ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا بشه و منتظر هستیم که خبراش به همون برسه. و همچنین در مورد وضعیت بیمارستان‌های ایران رو داریم که وضع برخی از بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان کرمانشاه همچنان فاقد دستگاه‌های ام‌آرآی و بخش ام‌آرآی هستند و بیماران این استان با مشکل جدی روبرو هستند که مجبور هستند به شهرهای دیگه برای ام‌آرآی برن. و همچنین هشدار در مورد وضعیت حجاب بانان هستش که باز سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرده که بار دیگر حجاب بانها قرار هستش به خیابان بیان و فعالیت خودشون رو ادامه بدن، در حالی که پیشتر شهرداری تهران در مورد حضور حجاب بانان اظهار بی‌اطلاعی کرده و مسئولیت آنها را نپذیرفته، ولی اکنون به صراحت اعلام میکنن که اونها به کارشون ادامه خواهند داد. و هشدار در مورد لوازم بهداشتی و آرایشی است که بر سلامت زنان تأثیر منفی داره و یه تحقیق در این مورد داریم. و در مورد انقلاب زن زندگی آزادی و کشته شدگان اون هستش که بار دیگر قبر یلدا آقافضلی توسط نیروهای سرکوب و دست نشانده های حکومت تخریب شده برای چندمین بار. و همچنین ساروز مجید رضا رهنورد رو داریم که پارسال در همین روزها اعدام شد و امروز خواهیم پرداخت. و در مورد باز فعالین زن داریم که سه فعال زن به اتهام بقا محکوم شدن، مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور و نسیم غلامی فرد هستش که حالا بهش میپردازیم. وضعیت اقتصادی ایران رو داریم، گرانی وسایل خانه و اینکه شهروندان در ایران حتی توان خرید وسایل دست دو رو هم ندارن، چه برسه به وسایل نو که الان خیلی گرون شده با این تورمی که هست و اختلاس هایی که از چای دبش گرفته و الان طبق گفته های نماینده های مجلس این اختلاس از چای دبش به مافیای برنج در کشور رسیده که به این موضوع بسیار اعتراض شده و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو تا حالا نبوده. و همچنین
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان داریم در حمایت از مطالبات بازنشستگان که قرار نیست که بازنشستگان حقوقشون و مزایاشون افزوده بشه و اینها تحت تأثیر اون مالیاتی که قرار هست اعمال بشه، مالیات 49% که همچنان بحث سرش هست و بودجه سال 1403 که هنوز با حواشی‌های زیادی روبرو شده و از سوی نمایندگان رد شده و نپذیرفتن به خاطر نواقصی که در آن بوده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این زمینه بیانیه داده و حمایت 188 نماینده پارلمان از خانواده ژینا امینی است که توسط حکومت ایران ممنوع خروج شدند و همچنین در مورد بحث جنگ غزه رو خواهیم داشت و بهش میپردازیم که خیلی از همچنان در اون مناطق جنگ هست و مردم شهرهای غزه، منطقه غزه با بحران سلامت و مواد غذایی روبرو هستن و بر اساس تصاویری که منتشر شده آنها با مشکل آب روبرو هستن و همچنین هشدارهای سازمان بین المللی رو داریم در مورد سرمای زمستان که در اون مناطق آغاز میشه و شهروندان آواره جنگی که در چادرها به سر میبرن، به خصوص کودکان و افراد مسن، جانشون و سلامتشون در خطر هست و همچنین در مورد فشار بر دانشجویان داریم و خواهیم پرداخت به وضعیت دانشجویان و اعتراضات در شرق بلوچستان رو داریم که نیروهای ارتش شماری از شهروندان بلوچستان در شرق بلوچستان رو سالها پیش رو بوده بودن و یه عده‌ای رو به قتل رساندن و عده‌ای رو همچنان به صورت بلا تکلیف در حبس قرار دادن و خانواده‌های آنها از شرایط و موقعیت آنها هیچ اطلاعی ندارن. این خبرهایی هستش که خواهیم بهش پرداخت و یه خبر دیگه هم که داریم در مورد کمپین آزادی برای رهبر آپو رو داریم که در این بخشهای خبری خواهیم بهش پرداخت. بله، با تشکر از تو آزاده بابزاده از مرکز خبر آریان. بله بینندگان گرامی، بدین ترتیب پایین کیوسک که امروز رسیدیم. با تشکر که تا پایین همراه ما ماندید. بدرود.